نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما. امروز در مورد سحر و جادو و غیبگویی صحبت میکنیم. فرمایشات پیامبر خداست و با هم چند حدیث رو میشنویم. باز من یک کمی هم توضیح خواهم داد. حدیث اول، حدیث همه صحیح هم است، از حضرت صفیه ام المؤمنین رضی الله عنها، از ایشون از زنهای دیگه پیامبر نقل قول میکنه که یکی از اونها فرمودند که من که پیامبر فرمود من اتا عرافاً فسألوا عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. اگر کسی پیش یک آدم غیبگو بره، عراف یعنی کسی که مثلا برات خبر میده، مثلا یه چیزی گم کردی، میگه چیزی من گم شده کجاست، و برات میگه فلان جاست، اینو میگن عراف. پیش یک آدم اینجور آدم ها بره، این نمازش 40 روز قبول نمیشه، 40 شبانه روز، یعنی نمازش درست هم بخونه خدا ازش قبول نمیکنه، ثواب براش نمی نویسه. این خواهم بگم گناه چقدر بزرگه. حتی از این بالاتر، اگه حالا رفت و حرفشو تصدیق کنه ببینید چه گناه داره. یکی بری بشنوی، این شما که در مجلات میبینید که مثلا میگه در این هفته برای شما چه اتفاق خواهد افتاد، اونم عرافه، کاهنه، پیش اونا برید همین گناه هست. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه، حدیث دوم بیارید، که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من اتا کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. پیامبر فرمود هر کس بره پیش یک کاهن، یعنی کسی که از آینده خبر میده، یا عراف، کسی که خبر میده که مثلا فلان چیز کجاست یا مثل چیزای شبیه به این، و باز اون حرفی رو که از اون میشنوه تصدیق کنه، یعنی قبول کنه که این حرف اتفاق میفته، مثلا بهش میگه آقا تو عروسی میکنی صاحب دو تا بچه میشی، این حرفش قبول کنه، بشنوه که 40 روز نمازش قبول نمیشه. اما اگه حرفش قبول کنه، کافر میشه به چیزی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورده، یعنی به اسلام کفر میورزه، باید که توبه کنه. ببینید چقدر گناهش بزرگه. حدیث سوم، اکرمه از حضرت ابن عباس روایت میکنه که ایشون از پیغمبر شنیدن صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون فرمود لیس منا من سحر ولا سحر له ولا تطیر ولا تطیر له ولا تکهن ولا تکهن تکهن له. از ما نیست کسی که جادو میکنه یا براش جادو میشه یا فال شوم فال بد میزنه یا براش فال بد رو قبول میکنه یا غیب میگن در موردش و اون غیب رو قبول میکنه، یا خودش غیبگو است یا غیب رو قبول میکنه. خلاصه مسئله این است، کسی که جادو میکنه، کسی که فال مثلا کلاغ صبح میخونه، کلاغ مثلا غارغار میکنه، یکی بگه آقا این چی هستش، این بس امروز روز بدیه، این فال زدنه، این فال بد زدنه، یا مثلا بگه فلان زن ما گرفتیم مثلا این زن شوم بود، این هم فال بد زدنه، یا غیب بگه که آقا فردا چنین اتفاقی بیفته، رئیس جمهور آمریکا مثلا فلان کس میشه، یا اون غیب رو قبول کنه، غیب گورو حرفشو. این میگه لیس منا، از ما نیست پیغمبر، یعنی همون حرف اول، به دین ما نیست، در دین ما این چیزا نیست. اینم به شما بگم که چقدر این گناه بزرگی داره. حالا بذارید حدیث ها رو بگم، باز اینو بگم، از حضرت جابر روایت شده که از پیغمبر در مورد نشره پرسیدن. نشره یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یکی شما رو سر میکنه، شما با سر او رو باطل کنی، با خون خونه بشوری، آیا این جایز است یا نه؟ فرمودن که هو من عمل شیطان، میگه این کار شیطانیست نکنید، یعنی حتی شما با سر به جنگ سحر نمیری، ممنونم، اینم میگه کار شیطانیست. میدونیم که سحر جادو حقه، چیزی هست که به اصطلاح انسان میتونه انجام بده، چیزایی در دنیا وجود داره که توضیح ساده نیست،
ولیکن وجود داره دیگه. یکیش همین سحره، سحر حقه ولیکن ایمان بهش و عمل بهش کفره. پس اگر قرار باشه یک رسم جادو کردن چیکار کنه؟ بره همین از کاری که پیامبر ما گفته بخونه، سوره بقره رو بخونه، سه سوره آخر قرآن رو بخونه، بسم الله بگه، متوجه هستید؟ چیزای شبیه به این کمکش میکنه. همیشه ذکر بگه، صد دفعه که لا اله الا الله بگه شیطان بهش نزدیک نمیشه. حدیث بعدی حضرت ابو هریره روایت میکنه که پیامبر فرمودن اجتنبوا سبع الموبقات، فرمودن که از هفت گناهی که آدم رو به هلاکت میندازه دوری کنید. از هفت گناه که انسان رو به هلاکت میندازه یعنی نابود میکنه انسان رو، دوری کنید. اولش چیه؟ گفتن یا رسول الله اونا چیه؟ فرمودن الشرک بالله، اول شرک و سحر، دومش سحره، سوم قتل نفس، آدم رو بکشی، چهارم ربا بخوری، مال یتیم بخوری الی آخر. ولی مهمش ما این سحر است که مربوط به برنامه ماست. یعنی از هفت گناه بزرگ در چی که کنار شرک است، کنار قتل است، بعضی این زنا که انجام میدن توجه داشته باشن که سحر از قتل هم بالاتره. جادو نرن پیش این جادوگرا. این جادوگرای بدبخت هم به خاطر پول این کارا رو میکنن. باید بدونن که این چقدر چیز بدیه. حضرت ابوبکر رضی الله یک برده ای داشت که هر ماه و هر روز برش پولی می آورد. یه روز پول برش آورد و گفت میدونین از کجا به دست آوردم؟ گفت نه. چه نه؟ حلوایی برش آورد، غذای آوردی خورد. گفت میدونین از کجا به من رسیده؟ گفت نه. از کجا رسیده؟ اون برده گفت که والا من در جاهلیت میرفتم چی میکردم؟ غیبگویی میکردم. خوبم بلد نبودم. میگه یک زن پیش من اومد که من صاحب بچه میشم یا نه. گفتم ها این چیزا رو بخون، دو تا خدا بهت پسر میده. میگه دیروز دیدمش یا امروز دیدمش، برای من حلوا داد، گفت ها من صاحب پسر شدم به دعای به همان ذکرایی که به من گفتی، این پول همونه. حضرت ابوبکر که اینو شنید دست در دهانش کرد، اون غذای خورده بود قی کرد، گفت حتی اگه معده من یه چیزی فرمودن که قرار بود که روح منم با خارج بشه، من این رو نمیخوردم. یعنی پولش خیلی پول بدیه. چه کسی که میده، چه کسی که اون پول میگیره. دهنده هم گناهکار بزرگی. شما میرید چه حرف مفت میشنوی پول میدی، چه کاریه؟ و باز گناه به این بزرگی. اما یه مسئله هست در این حدیث، شما ببینید. حضرت عایشه میگه که رضی الله عنها ام المؤمنین میگه مردم میومدن پیش پیغمبر پرسیدن از کهان، یعنی کسایی که غیب میگن. فرمود لیس بشی، فرمود اونها هیچ حرف مفت میزنن، قبول نکنین. ولی مردم عرض کردن یا رسول الله اینها گاهی حرفایی میزنن که حرفشون درست در میاد، اون وقت شما در این مورد چی میگی؟ فرمودن تلک الکلمه من الحق یختفها من الجن فیقرها فی اذن ولیه فیخلطون معها مئه کذب. میفرماد که درسته، گاهی حرفشون درست در میاد. میگه این یه چیزی هست که جن، میگم اینا با جن ارتباط دارن، جن میدوزده از اخبار غیب، به قدرت جن خدا بهش داده و اینو با صد تا غیب چی میکنه، اخباری که قرار است اتفاق بیفته، میگه با صد تا چی بهش دروغ بهش وصل میکنه. من برای اینکه این توضیح بدم که جن هم غیب نمیدونه، خبری بهش رسیده. مثال شما، مثال اینجوری برات بگم، شما الان مثلا تو این آمریکا انتخابات، هنوز مردم نمیدونن. شما میری همون سفر میبینی که مردم مثلا کی برده، انتخابات مثلا کی برده، تو بیا به مردم میگی. این غیب نیست، ولی تو زودتر از مردم بهش رسیدی. من مثلا در این مورد مثالی دارم که خانمی این همین حرف رو به من زد، میگه شما میگه غیب گوها درست نیست. میگه من پسرم رفته بود، این در خارج از کشوره، میگه رفته بود ایران و چیزش قطع شده تلفنش، هر چی زنگ میزنیم جواب نمیده و من خیلی ناراحت شدم. میگه رفتم پیش یک آقایی به نام زر بابا، اسمش زر بابا بود، اسم عجیبی هم داره، زر یعنی طلا. میگه اون به من گفت که، گفتم پسرم گم شده، به من میشه بگی؟ عرافه دیگه، پسرم کجاست؟ میگه اون نگاه کرد در همون چیزایی که در دستش بود، در حقیقت اون همه دروغه، با جن ارتباط میگیره که پسرش کجاست. باز به این زن گفت که میاد، به زودی میاد، در یه هفته دو هفته میاد. زن اومد میگه بعد از یک هفته پسر اومد. میگه تو چی میگی؟ حرفش درست در اومد.
میگه به من گفت پسر سالمه، میگه من ترسیدم تو ایران مرده باشه، آخه امکان نداره که جواب نده. میگه گفت نه پسرت میاد. و میگه پسرم اومد. میگه تو اینو چی میگی؟ همون حرفی رو میگم که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت فرمودن یک دروغ رو با یک راست رو با صد دروغ چی میکنه؟ حالا از کجا فهمیده؟ مسکول ستلایت هست، اینا با جنیا در ارتباط هستن، جنی رفته گشته بچه رو پیدا کرده، به اصطلاح با نشونهایی که داشته از این آدم در مغز این دیده که مثلا که زنگ زده کجا بوده. میگم مثل کامپیوتر دیگه، کامپیوتر داخل بشه خیلی چیزا معلومات، موبایل داخل میشن خیلی معلومات نمیگیره، جن این قدرت داره. باز رفته و فهمیده که اون بچه در حال برگشته، بچه که پسره که اومد ازش پرسید که چرا جواب ندادی، گفت تلفنم هم گم شده بود، تلفنارم گم کرده بودم، پولم هم زده بودن، نمیتونستم با شما تماس بگیرم. گفتم حالا یه هفته دیگه میرسم. منظور این است که جن اینجوری میفهمه خبر غیبو، مثل اینکه مثلا من برم توی خونه دوربین بذارم کارهای مردم خونه رو ببینم، باز بگم مثلا میبینم دو نفر با هم صحبت میکنن، یکی میگه مثلا من هفته دیگه میرم شیراز، من بیام بگم که آقا هفته دیگه میره شیراز، شاید هم نره، شاید به هم بخوره، کی میاد این جادوگر رو بگیره که تو اشتباه کردی؟ ولی خبر به چیزی میده که داره اتفاق میفته، متوجه هستی؟ اینجوریه. لذا جن و باز چون که با شیاطین در ارتباط هستن راست و با دروغ قاطی میکنه، متوجه هستی؟ و با اون دروغ مشکل بزرگی درست میکنه. حضرت ابن عباس روایت میکنه من اقتبس شعبت من النجوم فقط اقتبس شعبت من السحر زادم آزاد. پیامبر فرمودن که هر کس دنبال همین منجم نیست که، منجم کار چیه؟ نه اینکه ستاره شناس باشه، اون کار خوبیه، میگه نمیدونم قمر در عقربه، بسیار از پادشاه میگه آقا قمر در عقربه، در این روز ما عروسی نمی کنیم، در این روز ما، مردم هم میگن در این روز ما میگه تاج گذاری نمی کنیم، در این روز ما تجارت نمی کنیم، چرا؟ میگه قمر در عقربه، اوضاع خرابه. از کجا میگه؟ از ستاره شناسی میگه، به قول خودش. و این پیامبر فرمود که این هم میگه سحره، یعنی باطله، غیب گویه، متوجه هستید؟ لذا از این هم باید دوری کنید، عموما باید که از سحر و اینا دوری کرد. و عرض به حضور شما که باید مواظب بود. این هم دیگه حدیث های امروز. بریم به پاسخ نامه های شما عزیزان. بیننده بر ما نوشتن، آقای مهدی صنعتگر. من یکم بزرگتر نوشتم چون که پیام‌ها رو شما میتونید با من بخونید، ولی من میخوام که خلاصه کنم که وقتم نگیره. آقای بیارید لطفا. میگه این پیام رو بخون سجودی. شما زیاد به حضرت شاه اسماعیل صفوی به قول این رحمت الله علیه توهین کردید و حکومت صفوی رو بی ارزش و ناکارآمد خوندید. هر انسانی میدونه که قدرتمندترین سلسله ایرانی صفویان هستند. ایران در زمان شاه عباس ابرقدرت بی رقیب دنیا بود. این حرف دروغ به این بزرگی چرا میگی آقا؟ و برگردیم، در زمان شاه عباس ابرقدرت نبود، بلکه صفوی ها باعث ضعف ایران شدن. بغداد تا مدت های مدید به اصطلاح زیر حوزه ایران بود، جاهایی که الان مرز ایران در غرب ایران، هرگز این مرز ایران نبود. دریاچه وان و اون طرف و مناطق کردستان همه جزء ایران بود. صفوی که اومد به خاطر مذهب شیعه کرده ازش جدا شدن، متوجه هستید؟ و بغداد اینجا رو به خاطر که شاه اسماعیل که تو بشه رحمت الله علیه میگی قبرهای بزرگان اسلام رو خراب کرد، عثمانی اومدن ازش گرفتن. تا امروز مرزی که ما داریم مرزی است که عثمانی‌ها برای ما تعیین کردن، ولی که شما نمیفهمید دیگه. و کسی رو رحمت الله علیه میگی که من بارها پرسیدم که اگر شما یک شهر در ایران نشون بدید که شاه اسماعیل مردمش رو قتل عام نکرده باشه، مردمش رو قتل عام نکرده باشه. باز تاریخ ایران تاریخ دروغه. تاریخ ایران وقتی که آقای شاه اسماعیل رفت طرف چیز، ازبک‌ها شکستش ندادن، پدرش در آوردن. ولی شما اصلا جنگ قشدوان اصلا اسمش هم نشنیدید، در حالی که شاه اسماعیل رو همه سربازش نابود شدن، متوجه هستید؟ و اگر شاه صفویایی که دولت قوی بودن، انگلیس نمی اومد امارات نمی گرفت، مثلا میگم امارات فعلی رو، بندر عباس اومدن از اینا گرفتن، که بندر عباس پرتغالیا نگرفتن. چطور دولت ابرقدرت دنیا بود که پرتغال به اون کوچیک از اون ور دنیا اومد بندر عباس گرفت و باز اینا به کمک انگلیس به اصطلاح نجات دادن. و آخر صفویا رو که میخونی نمیدونی دیگه. وزیر شاه سلطان حسین حاضر نبود با چیات معامله کنه، با چیات
متحد بشه، فهمیده بود با انگلیسا علیه عثمانی ها. میگفتن چرا؟ میگه اگه عثمانی ها نباشن انگلیسا ما رو میخورن، انگلیسا ما رو میخورن، چون عثمانی دولت قوی بود جلوی اروپایی ها وایستاده بود. متوجه هستید؟ باز میگه چیزی میگه که حضرت شاه اسماعیل بسیار انسان با اخلاق و عالمی بود، زمانی که خواهر بابر پادشاه هند رو به دست آورد اون رو تحویل هندی‌ها داد. خب اینم بگو که در تاریخ هست که وقتی تبریز رو گرفت دخت بچهای نوجوان مردم بزرگان تبریز آورد 20 تا 20 تا بهشون تجاوز کرد در کاخ هشت در بهشت و بازم داد به بزرگان خودش که به اصطلاح چی کنن. اینم بگو که شرابخوار بود، اینم بگو که شما میگی هیچ معماری نداشتم. برو تو ویکی‌پدیا سرچ کن معماری صفوی ببین، نمیدونم بی سواد یا خودت به اون راه زدی. چی نداشتن آقا در صفوی؟ چی نداشتن؟ هم چیزای بزرگ قبل از اون برداشتن پاک کردن گذاشتن. متوجه هستید؟ شما یه پل به من نشون بده، ما تو شهر ما لنگرود یه پل سنگی است که 700 سال پیش ساخته شده، یعنی قبل از صفوی ها. یه پل نشون بده که اینا ساخته باشه. تمدن ایران از بین بردن آقا. خب مسجد جهان شهر چهار تا ساختمون ساختن بعد از کشور خراب کردن که کار بزرگی نیست. و اینکه میگی حضرت شاه اسماعیل قتل عام کرده، ایشون مخالفاش سرکوب کرده، که این خیلی طبیعه. آقا مخالفاش سرنگون نکرده، همه ملت ایران سرنگون کرده. گفتم مثلا طبس چی کرده بود؟ خود تاریخ نویساش مینویسه که طبس رفته 8000 نفر کشته برگشته. چرا؟ طبس کاری به سیاست نداشت. خب برای اینکه شما اصلا خودتون صفوی هستید، همه مخالفان همه جا افتادن، مخالفانشون رو سرکوب میکنه، هر کسی این چیزی نیست، حکومت میگیره مردم تسلیم میشه. اما مسئله سوم که شما میگه حضرت شاه عباس بچه‌هاش کشته، پس خیلی وحشیه. اما هیچ وقت نگفتی که سلیمان قانونی بچه‌هاش کشته. معلوم میشه شما خیلی وقیحی. جنایت عثمانی ها رو نمیگی، هیچ از هیچ که ازشون تعریف هم میکنی. کلام آخر این که مردم ایران عاشق صفوی ها هستن، بهشون افتخار میکنیم، چون که هم شاه اسماعیل رو داره، هم شاه طهماسب رو داره، هم شاه عباس و هم شاه عباس دوم. راستی دروغ نگو. خب بذارید اول اینو بگم. اینجا میگه که قبول داره که شاه عباس بچهای خودش رو کشته، ولی میگه که خب اگه این کشته، شاه سلیمان قانونی هم کشته. خب پس قبول داری که بچه‌هاش کشته، بعد چرا میگه بزرگترین پادشاه بوده؟ یعنی هیچ انسانی بچه‌های خودو میکشه؟ همه رو کشته یا کور کرده بی دلیل؟ بچه 18 ساله خودو کشته و بچه‌ها رو کور کرده، نوه‌هاش هم ازش دور نگه می‌داشتن که دفعه نکشه. وقتی مرد پسر نداشت جانشینش بشه، برای چی کشته؟ هیچ کس نمیدونه. الکی باز قاتلش هم کشته، یعنی پسرش رو کشته، گفته برو جگرش برام بیار، براش آوردن پسرش یک نفر کشته بهبود خان. باز اینو گفته که برو پسر خودت هم بکش. حالا این شاه عباسی که این صفه این آخونده ایران بهش افتخار میکنن، به شاه نادان من بهش افتخار میکرد. خب پس این که کشته چطور بزرگترین پادشاه جهان بوده؟ اما شاه سلیمان قانونی اسمش رو کنگره آمریکا هم زمه است. چرا نامش قانونیه؟ قانون گذاشته بود، رو قانون کار میکرد. در این روی قانون پسرش، یک پسرش، فقط یک پسرش متهم شد که به این به ایران چیه، با ایران رابطه داره، با صفویا. پسر خودو کشت، اون که افتخاره. این برای چی کشت؟ این اصلا هیچ کس نمیدونه چرا کشت. پسرش هیچ کاری نکرده بود، داشت از راه حموم میومد خونه، زدن کشتنش. جسدش هم 4 روز رو زمین افتاده بود، باز مولا این رفت دفن کرد. این با اون اصلا فرق داره. تازه همونم شاه سلیمان معتقد نبود که پسرش رحمت الله علیه، شاه سلیمان قانونی رحمت الله علیه، قبول نداشت که پسرش چی کرده، با ایران رابطه داره. گفته برایش توطئه کردن، اما قانون ثابت کرد که این پسرش به اصطلاح با ایران رابطه داره، با شیعه ها. به کشتش. کار اون که کار کوچیکی نبود. میگه که نمیدونم شاه طهماسب تعریف میکنه. شاه طهماسب همونی است که ما رو بدبخت که 11 سال آخر عمرش از خونش بیرون نیامد، فقط با زناش نشسته بود. شاه طهماسب در تاریخ هست که 11 سال این پادشاه از قصرش بیرون نیامد، کاری به مردم نداشت. خب راست دروغ نگو. جنگ چالدران کمر صفوی ها رو شکست، اون یک پیروزی بی ارزش مقطعی بود. من متاسفم که این رو جنگ، حتی جنگ چالدران هم باعث افتخار به مباهات ما ایرانی است. من این آخرش اگه میخوندم حرف شما رو پخش نمیکردم، چون باید انسان اینقدر احمق نباشه. جنگ چالدران باعث شد که پیکی در تاریخ ایران بشه و مرز فعلی ایران هرگز اینجا نبود. در طول تاریخ، در طول تاریخ مرز فعلی ایران هرگز اینجا نبود و این در زمان جنگ چالدران تعیین شد
و تموم شد و رفت. ولی شما میگه نمیدونم، باعث افتخار ماست. من متاسفم که اینو خوندم، اینقدر باید آدم احمق نباشه. این یکی دیگه هم میخونیم، آقای آریا، با اینکه ایشون اسلام قبول نداره ولی حرفای زد که 100% مثل حرفایی است که من بهش عقیده دارم. جواب آقای منصور فارسی عزیز ما که ایشون شاه رو قبول داشت، ایشون چند حرف خیلی عالی زده. البته حرف اولش غلطه. ایران تا زمان آقا محمد خان کشور قدرتمند به حساب می اومد. نه، اینجوری نیست. ایران بعد از صفوی ها کشور به اصطلاح خراب بود در آخر صفوی ها. البته آقا محمد خانی که استثناء شد، ولیکن همین آقا محمد خان باعث شد که شمال ایران جدا بشه. اینم یادتون باشه آقای عزیز، آقا محمد خان رفت و تفلیس رو بمب چی کرد، تفلیس رو قتل عام کرد و پادشاه روسیه گفت من نمی‌دونستم این خواجه اینقدر بیرحمه. بعد از اون تصمیم گرفتن که اون جاهای مسیحا رو از ایران بگیرن که گرفتن. خب میگه در زمان فتحعلی شاه ایران شکست خورد، ایرانیا دچار یک شوک عظیم شدن. من اینو نمیدونستم، ایشون به این صورت که میگه من خبر نداشتم، خیلی جالبه. و این پرسش برایشون پیش اومد که چرا ما اینقدر از دنیا عقب موندیم. یک گروه از جوانان توسط عباس میرزا رفتن اروپا ولایت تحصیل کردن، فهمیدن که ایران چرا عقب بود. در زمان ناصرالدین شاه فهمیدن که ایران دو چیز نداره، قانون، آزادی. واقعا خوب چیزو فهمیدن. لذا اندیشمندان ما در راستای تحقق دموکراسی گام برداشتن و با هوشمندی بسیار بالایی توانستن سلطنت مشروطه رو پیشنهاد بدن. اینو من نمیدونستم که واژه مشروطه به هیچ عنوان از عربی اخذ نشده و به معنای دانای شرط نیست، بلکه واژه شرط از فرانسوی وارد عثمانی شده و تبدیل به مشروط شده. پس ایران تبدیل به مشروطه گردید. در واقع سلطنت مشروطه یعنی سلطنت قانون که در زمان مظفرالدین شاه پیروز شد و قرار شد شاه فقط یک نماد باشه که مملکت توسط نمایندگان مردم چی بشن. ولی متاسفانه هر چهار پادشاه آخر، یعنی محمد علی شاه، احمد شاه، رضا شاه، محمد رضا شاه مشروطه رو زیر پا گذاشتن، به خونا دهنکجی کردن، خصوصا دو پادشاه پهلوی که علنا انتخابات رو خراب کردن. شما فرمودید، این خیلی جمله جالبیه، شما فرمودید که شاه خدمت کرده. این خیلی جمله جالبیه، به نظر من یک جمله طلایی است. این بیننده عزیز ما گفت کاش ایشون هدایت بشن. میگه شما فرمودید که شاه هدایت کرده، شاه خدمت کرده، اما غافلید که مشروطه اصلا حق خدمت کردن ندارد و خدمت کردنش مساوی با خیانت است. خیلی جالبه نه؟ یعنی شاه که ما میگیم خدمت کرده، بد کرده، یعنی کارش خدمت کردن نبوده. مثل که ما یک نفر رو ببریم بگیم آقا توی اتاق عمل، دکتر نیست، قرار نیست دکتر باشه، قرار است جاروکش باشه مثلا، میگه که خدمت کرده، مریض عمل کرده، قرار نیست. جالب بود. خب قرار بود که مردم خودشون به خودشون خدمت کنن. بارها میگه به شاه تذکر دادن که دیکتاتور سقوط میکنه، شاه گوش نکرد و گفت پادشاهی بدون قدرت به چه درد با میخوره. انقلاب شد، شاه سرنگون شد، مثل خمینی مردم رو گول زد، انقلاب مصادره کرد. بازم میگه تقصیر محمد رضا است که همه احزاب ممنوع کرد، روزنامه ها بله قربان میگفتن و آخوندا فقط به شیعه و آخوندای شیعه بها داد. راست میگه، همین کار کرد. طبیعتا مردم که فاقد آگاهی سیاسی میشن و نیچه هیچ نخبه سیاسی رشد نخواهد کرد، در نتیجه چون که آگاهی ندارن، در نتیجه مثل خمینی تونست مردم رو گول بزنه و سیاسیون هم نتونستن حریف اونا بشن. در خصوص گروه های مسلح هم شاه مقصر، چرا راه انتخابات رو بست؟ اما جبهه ملی که هرگز اسلحه به دست نگرفت، تا آخرین لحظه گفت به قانون اساسی عمل کن آقای شاه، به قانون اساسی عمل کن، که شاه قبول نکرد، میخواست خدمت کنه ولی نتونست شاه از منصرف بشه. باز میگه شما بازرگان و سنجابی رو یک جا آوردین در حال که بازرگان ملی مذهبی است و سنجابی اصلا ملی اعتقاد به سکولاریسم داشتن و سنجابی و بختیار و صدیقی و فروهر اینا میگه سیکولار بودن، شما نباید اینا رو جمع بزنید. به نظر معلومات زیادی در این نوشته بود، وقت ما کم نبود، من همه شو حتی دو بار براتون میخوندم. آقای آریا رو خدا هدایت کنه و به مذهب اهل سنت بیاره، البته ایشون به عقیده به دین نداره، ولی این حرفا کاملا درسته. دقیقاً میگه من اینو نوشته باشم، یعنی دقیقاً با 100% موافقم، غیر از همون اول که میگفت که آقا محمد خان و قاجاری قوی بودن. وقت از آخر صفوی و قوی ما نبودیم، در دوره زندیه قوی نبودیم. خب الله حافظ و نگهدار شما بینندگان عزیز. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله.